منظور از رمضانی که در رمضان یا در ماه مبارک رمضان مطرح شده، معنای واقعی یا مصداقش این است که اگر انسان واقعا رمضان را درک بکنه، باعث میشه که انسان گناهانش توسط این ایام و این روزداری ها سوخته بشود و از بین بره. به تعبیر خلاصه تر عرض کنم، رمضان ماهی غبار زدائی از دل هاست. بعد لازم میبینم واژه صوم را هم ترجمه کنم که در قرآن از واژه صوم بر حال تعبیر شده است. صوم به معنای امساک و خودداری کردن است، اما در اصطلاح علمی یا همون هدف شرعی از او امساک و خودداری کردن از چیزهایی که بر حال روزه را باطل میکنه و با شخصیت انسان سازگاری ندارد، انسان خودداری کند، او را به خاطر اون صوم میگه. خب آیه قرآن را که از سوره بقره آیه 183 انتخاب کردم، چند تا پیام داره. پیام اولش این است که انسان خداوند انسانها را با حرمت مورد خطاب قرار میده، یعنی میخواهد که به هر حال اونها را به نحوی احساسات اونها را بر انگیزاند، بنا به تحت عنوان یا ایها الذین آمنو. این واژه ایمان که مصداق اصلی عبادت است، کسی که ایمان نداره عبادت نمیتونه بکنه. پیام اول آیه همین موضوع ایمان است. نکته دوم یا پیام دومی که از این آیه قرآن گرفته می شود این است که روزه گرفتن تنها در دین اسلام تشریع نشده، بلکه در ادیان قبل و در بین انسانهای ما قبل تشریع شده بوده، اما یه تفاوتی وجود داره بین روزه رمضان و روزه های دیگر یا در ادیان دیگر که فرصت ایجاب نمی کنه اون تفاوت رو عرض کنم. نکته سوم یا پیام سیومی که از این آیه قرآن میتونیم بگیریم، موضوع دیگر هست که اشاره به فلسفه روزه داره، که روزه عامل تدین انسان می شود، انسان ها را به تقوا نزدیکتر می کند و همینطور انسان واقعی می شود. بیشتر این روزه باعث می شود که انسان به خداوند تبارک و تعالی از لحاظ معنوی برسد و رشد کند. بعد نکته بعدی که می توان اشاره کرد، در آیات قرآن کریم همونطوری که عرض کردم، روزه رمضان با رمضان در دین اسلام با ادیان دیگر فرق داره، ایام مشخصی، ایام معدود و شمارش شده هست که در سوره بقره 184 اشاره دارد. نکته بعدی، خداوند تبارک دین اسلام دین اعتدال و میانه روی است، دین سختگیری نیست، که اینجا اشاره کرده که برای مکلفین نماز روزه واجب است، جز افرادی معدودی هست که اونها از روزه گرفتن معاف شده، که عبارت باشد از انسانهای مریض، مسافر، انسانهایی که به هر حال از جسم نحیف و لاغر برخوردار هست، مثل پیرمردا و پیرزنا یا دختر خانمهایی که تازه به سن بلوغ میرسد اما توان روزه گرفتن را نداره، اما اینجا آمده گفته اونها دیگه روزه به گردن اونها واجب نیست. نکته بعدی که از این آیات قرآن میتونیم بگیریم به ادامه آیه 184 این است که روزه علاوه که به هر حال انسان را به تقوا میرساند، بهترین و با ارزشترین عمل به نام عمل خیر است، که فرموده ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر شما روزه بگیرید این کاری بهتری است از برای شما. البته قید دارد که در صورتی که شما پیام روزه را و روزداری را بدانید، یعنی به او درک برسید که روزه چقدر پیام دارد و انسان روزدار چقدر ارزش دارد. روزگیری بهترین عمل هست و باعث میشه که انسان را به رشد و کمال برسانه، و ظرف نزول قرآن مقدس، کتابی که باعث هدایت بشر و جامعه میشه، و نتیجتا این ما ماهی است که علاوه ظرف نزول قرآن، ظرف شب قدر که یک شب برابری با هزار ماه میکند، پس نتیجه گرفتیم که این ماه قیمت بالایی دارد،
انشالله در برنامه های بعدی به موضوعات دیگری اگر فرصت بود اشاره میکنم. خدا حافظ و نگهدار شما.